موضوع حرف اول امشب. وضعیت جسمانی زندانیان سیاسی که در اعتصاب قضا به سر میبرند وخیم گزارش میشود. بر اساس خبرها محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد، به علت اعتصاب قضا در زندان به بیمارستان منتقل شده است. همسر آقای نوریزاد نیز که به دنبال پیگیری وضعیت محمد نوریزاد در زندان اوین بازداشت شده بود، پس از آزادی به بیمارستان منتقل شد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و یکی دیگر از زندانیانی که در اعتصاب قضاست، به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شده. این سومین باری است که خانم ستوده در طول 100 روز بازداشتش دست به اعتصاب قضا میزند. آرش صادقی، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، و غلام حسین عرشی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، و رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از دیگر اعتصاب کنندگان زندان اوین هستند که شرایط جسمانی بسیار نامناسبی دارند. اما اعتصاب قضایی این زندانیان سیاسی با واکنش گسترده رهبران مخالفین در ایران، مراجع تقلید مخالف و گروه‌ها و فعالان حقوق بشر مواجه شده. امشب هم مثل دیگر شب‌های جمعه کوروش صحتی با ماست و در این ارتباط گفتگو خواهیم کرد. کوروش، درود برتون. درود برتون، مرسی. خب کوروش، وضعیت این 5 زندانی سیاسی اعتصاب کننده چطوره الان؟ خب همونطوری که در ابتدای برنامه هم اشاره کردی، وضعیت اونها تمامی این 5 نفر نامناسب گزارش شده. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر هست که به بهداری زندان اوین منتقل شده، در اعتصاب قضای خشک به سر میبره، یعنی حتی آب هم نمیخوره و تا کنون هم حاضر به شکستن اعتصاب قضای خودش نشده. غلام حسین عرشی دیگر زندانی سیاسی هست که بعد از حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده و ایشون که مبتلا به دیسک کمر هست، با شرایط جسمانی بسیار نامناسبی در اعتصاب قضا هست و از جمله زندانیان گمنامی هست که بعد از حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده و یک دوره پیش هم اعتصاب قضا کرده بود با 16 زندانی دیگر در بند 350 زندان اوین. رضا شهابی هم عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران هستش که در اعتصاب قضا هست و واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته از سوی نهادهای مدافع حقوق کارگران، نهادهای بین‌المللی در سراسر جهان نسبت به وضعیت ایشون. و ایشون البته اعتصاب قضای خشکش رو به تر تغییر داده، یعنی آب میخوره اما همچنان بلاترکیب است و مسئولان با خواستهای اون در واقع موافقت نکردن، بی‌توجهی کردن نسبت به وضعیتش. آرش صادقی هم فعال دانشجویی هست که دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی هست و ایشون هم وضعیت خوبی نداره و مسئولان به وضعیتش بی توجه هستن، همچنان در سلول انفرادی نگهداری میشه. و آخرین نفر هم محمد نوریزاد هست که شاید پرسرصدا ترین زندانی سیاسی بوده در این چند روز گذشته که خونریزی معده کرده در سر اعتصاب قضا و به بیمارستان منتقل شده. خانواده آقای نوریزاد و همچنین خانم آقای تاجزاده، خانم فخرالسادات محتشمی پور که به زندان اوین مراجعه کرده بودند برای وضعیت پرسجو در مورد وضعیت ایشون، بازداشت شدند که البته بعد از مدتی آزاد شدند. و خانم فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، هم بعد از این قضیه به بیمارستان منتقل شده و به گزارش سایت کلمه و در CCU هست. ما روز چهارشنبه در برنامه تفسیر خبر همکارمون آقای سعادتیان یه گفتگوی کوتاهی داشت با خانم فاطمه ملکی در ارتباط با چرایی اعتصاب قضای آقای نوریزاد و چرا این اعتصاب قضا رو کرده و چه خواستهایی داشته، که اگر موافقی اون رو بشنویم و ببینیم که اصلا برای چی این اعتصاب قضا صورت گرفته. حتما. اعتصاب قضایی ایشون صرفا به خاطر شخص خودشون نیست و ایشون این رو بیان کردن که این دادگاه هایی که تشکیل شده و اغلبشون رأی های ناعادلانه دادن و متاسفانه افراد بیگناه الان در بند هستن، گفتن که باید این خاتمه پیدا کنه این نوع دادگاه ها و واقعا بر اساس موازین شرعی، قانونی و انسانی باشه. بنابراین گفتن من این اعتصاب رو می کنم و تا پای مرگ هم پیش خواهم رفت تا به کسانی که واقعا عدالت رو رعایت نمی کنن و مبنای انسانی رو در نظر نمی گیرن در برنامه هاشون، در کارهاشون، متوجه این فاجعه‌ای که امروز به سر جامعه ما آمده ببرن. خب کوروش، به وضعیت این 5 زندانی سیاسی اعتصاب کننده اشاره کردی، اما واکنش ها به این اعتصاب ها چه بوده و به طور مشخص چه کسانی در این ارتباط موضع گیری کردند؟ بله، امروز آقای میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت
بیانیه کوتاهی منتشر کرد و از تمامی این 5 نفر زندانی سیاسی خواست که اعتصاب غذای خودشون رو بشکنن و گفت که تمامی دلبستگان به آزادی و عدالت و عظمت ایران نگران سلامتی اینها هستند. و همچنین اشاره جالبی کرد به ترکیب کسانی که در اعتصاب غذا هستند، از زن و مرد گرفته تا هنرمند، کارگر، حقوقدان و دانشجو. این نشون میده که از هر صنف و طبقه‌ای بدون سازماندهی مشخصی دست به اعتصاب غذا زدن و این نموداری از وضعیت زندانیان سیاسی است که از هر قشر و طبقه‌ای در زندان هستند. و همینطور اشاره کرد که تمامی پیام های شما زندانیان سیاسی، خواسته های شما اعتصاب غذا کنندگان به گوش ملت ایران رسیده و خواستار این شده که به خاطر حفظ جان خودشون این اعتصاب غذا رو بشکنن. و خب آیت الله بیات زنجانی و آیت الله صانعی هم دو مرجع تقلید مخالف که پیش از این به طور مثال آیت الله بیات زنجانی ملاقاتی داشت با خانواده آقای نوریزاد و همچنین تماس تلفنی با خانواده خانم نسرین ستوده و در اونجا هم خواستار در واقع پایان بخشیدن به این اعتصاب غذا شد. و خب آیت الله صانعی هم در یک در واقع دیداری که با زندانیان سیاسی داشت اعلام کرد که این ظلم ها پایدار نخواهد بود و بالاخره گریبان ظالمین در همین دنیا گرفته خواهد شد. این واکنش هایی بوده که نسبت به این قضیه بود. البته آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و آقای کروبی دیگر از دیگر رهبران مخالفین هم اطلاعی های منتشر کردن و اعلام کردن که به ویژه در مورد آقای نوریزاد که این اعتصاب غذا رو پایان بدن. خانم شیرین عبادی هم همراه با رئیس سازمان گزارشگران بدون مرز و رئیس سازمان وکلای بدون مرز یک فراخوانی منتشر کردن و در اون خواستار پایان دادن به اعتصاب غذای خانم نسرین ستوده شدن. این مجموعه واکنش هایی بوده که البته در سایت های اینترنتی و خب بقیه گروه هم دیدیم که نسبت به این قضیه واکنش بسیار شدیدی رو نشون دادن.